سلام و درود به شما همراهان و هممیهنان عزیزم در ایران و سرتاسر جهان. 13 دی‌ماه، چند روز پیش، اتفاقی استراتژیک در عراق و در منطقه، ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به دستور دونالد ترامپ و توسط هواپیماهای الکترونیکی ارتش آمریکا در فرودگاه بغداد و حوادثی که پس از آن همچنان ادامه دارد. اما همزمان با این رویداد در آلبانی هم رویدادهای متفاوتی اتفاق افتاد. در این برنامه با آقای محمد حسین صبحانی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق هستیم تا به بررسی این رویدادها بنشینیم. آقای صبحانی، ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما، در ارتباط با این ترور دولتی و همینطور جشن و شادمانی سازمان مجاهدین در آلبانی و پیام صوتی منسوب به مسعود رجبی که در آن با رویکردی تروریستی اعلام سال سرنگونی کرد، نظرتون چیه آقای صبحانی و شما در این رابطه چی فکر میکنید؟ بله، من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی. خب همونطور که شما توضیح دادید، توی هفته گذشته، در واقع تو چند روز اخیر، دو تا موضوع مهم پیش اومده که میتونیم در موردش صحبت بکنیم: ترور آقای قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، که در واقع در سفری که رسمی از سوریه به عراق داشتن توسط ارتش آمریکا و به دستور ترامپ، در واقع این ترور صورت میگیره، که اینو خب میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که چه آثار و نتایجی رو داره برای منطقه خاورمیانه، به طور مشخص ایران و عراق، و همینطور در رابطه با مسعود رجبی که خب تو این شرایطی که این عمل تروریستی صورت گرفته، بعد از خب اگه یادتون باشه ما در مورد مسعود رجبی، اینکه زنده است یا مرده است، تا به حال چندین گفتگو با هم دیگه داشتیم. من هم خودم به طور مستقل در گذشته چندین مطلب رو در همین ارتباط نوشتم و یا گفتگوهای مختلفی که تصویری وجود داشتیم. خب این مسئله مهمیه که با توجه به این که از سال 1381 مسعود رجبی هیچ تصویر و فیلمی از خودش منتشر نکرده بوده و از این هیچ سند و فیلم و عکسی وجود نداشته، و آخرین صدایی که از او هم پخش شده، بنابر چیزی که سازمان مجاهدین گفته است، که من هم فکر میکنم که صدای خودش هست، البته مسئولیتش تام و تمام با سازمان مجاهدین است، چون او هست که میگوید که این پیام مسعود رجبی رهبر به اصطلاح مقاومت است. خب این 13 آبان 93 آخرین پیام صوتی بود که در واقع من خودم چندین بار گوش کردم، اتفاقا یه پاسخی بهش داده شده. در اون نوار هست که در واقع اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین رو تهدید به مرگ میکنه و قتل. از اون موقع دیگه هیچ پیام صوتی از وی منتشر سازمان مجاهدین نکرده، و هرچه پیام منتشر شده پیام‌های متنی بوده که به هر صورت به نام او منتشر شده است. ما در واقع تو گفتگوهای قبلی برآوردمون و تحلیلمون از اوضاع این بود که این آقا زنده است به دلیل اینکه خب ویژگی‌های شخصیتیش، در واقع حفظ جان و همه سرفصل‌های تاریخی که سازمان مجاهدین تو 50 سال گذشته عبور کرده، رجبی و مسعود رجبی تلاش کرده که از این صحنه ها بگریزه تا جان خودش رو حفظ بکنه، و با توجه به این خصوصیات و همچنین عوامل و دیگه و نشانه های دیگه‌ای که
وجود داشت، ما میگفتیم که این زنده است، هرچند که مسئولیت سازمان مجاهدین و مریم رجوی هست که این موضوع رو تایید بکنه یا تکذیب بکنه، ولی ما نتیجه گیری اون بود که این زنده است. و خب بعد از 5 سال که صدایی از این پخش شد، اومد درست بعد از این عملیات تروریستی، مسئول رجوی اومد پیام داد که همانطور که قبلا گفته بودیم، رئیسی و قاسم سلیمانی هم باید به صیاد شیرازی و لاجوردی زمینه شوند با این مضمون. خب در واقع عملیات تروریستی که ترامپ به دستور ترامپ ارتش آمریکا، یعنی یک کشور دیگه در کشور دوم علیه کشور سوم انجام داده، یک کشوری که در واقع نیروی نظامی آمریکا که به دعوت دولت عراق به اونجا اومده بوده، دست به این عملیات تروریستی زده، خود ترامپ هم مسئولیتش رو قبول کرده و گفته آره من این کارو کردم. در همین لحظه، در این شرایط، همون روز یهو مسئول رجوی با تمام دلایل و فرضیه‌هایی که وجود داشته که نباید صدایی از این پخش بشه یا به هر دلیل پخش نشده که میتونیم توی ادامه بحثمون بپردازیم، اومده در واقع خط تروریستی رو نه تنها تایید میکنه و حتی گسترش میده. یادمه که 2-3 روز قبلش هم همین آقای مسئول رجوی به نقل از سخنگوی مجاهدین میگفت که یک عملیاتی ارتش آمریکا توی عراق انجام داد علیه اون گروه تندرو شیعه کتائب حزب الله، که همین آقای رجوی و خانم رجوی گفتن که این لازم بود ولی کافی نیست. یعنی در واقع از آمریکا میخواد و میگه این لازم است و این کافی نیست. و این عملیات تروریستی کشته شدن آقای قاسم سلیمانی و آقای ابو مهدی مهندس، در واقع مسئول سیاسی نظامی دولت عراق، این رو در واقع تو جیب خودش میریزه، میگه منم شریکم. همانطور که قبلا گفته بودیم، رئیسی و قاسم سلیمانی هم باید به اینها لاجوردی و فلان زعیم شوند. خب این در واقع اینکه چرا، حالا میتونیم در واقع گریزی هم به این بحث، این که خب چرا مسئول رجوی این موقعیت رو غنیمت شمرده. و نکته ای هم که توی همین پیام 13 دیش اشاره هست، یک نکته ای که اشاره میکنه و در دقیقه یک شعاری رو میده که کمتر گفته، میگه که شاه سلطان ولایت مرگت، شاه سلطان ولایت. در واقع یه شعار چند منظوره میده، به طور خاص دو منظوره، که در واقع اون رقیب هم که مشروطه خواه و سلطنت طلب ها هم باشه، این شعار در بر بگیره و در واقع میترسه، نگران هست که همچنان تای صف بماند، تمام مزدوری و خیانت رو او انجام دهد ولی همچنان تای صف بماند و چیزی را دست او نگیرد. همین پیام مدعی میشه که دیگه امسال سال سرنگونیه، هرچند که 40 سال است که این رو میگوید. اما خب مسئول رجوی در صورت الان پیام صوتی از جانب او پخش شده، پس سازمان مجاهدین رو پخش کرده، پس زنده است. خب اما من فکر میکنم که دلایلی که تو چیز گفتگاه گذشتمون هم به اون اشاره کردیم این بود که خب یکی آمریکا ازش خواسته بوده که همچنان تو کمای مغزی بمونه و سکوت بکنه و تا مریم رجوی به عنوان یک زن جلودار باشه، همچنین آمریکا بتونه در واقع افکار عمومی که
سابقه قتل افسران آمریکایی رو در زمان شاه، ترور افسران آمریکایی در زمان شاه داشتن، این خدشه‌ای وارد نکنه. این یه دلیل بود قبلا عنوان کردیم. یه دلیل این بود که در واقع میترسه که اگر ظاهر بشه توی روی صندلی متهم مقابل دادگاه‌های اروپا بنشینه. سومین دلیلش میتونست همونطور که تو بحث‌های گذشته باز گفتیم که میتونم به اون نوار گفتگویمون اشاره مراجعه بکنن، این که آقا اصلا شخصیتا مسعود رجوی آدمی بوده که سرفصل رو فرار میکرده. خب الان هم در واقع تو این سرفصل اگر یه تحلیل این که آقا بمونه ممکنه دستگیر بشه، ممکنه مثل اوجلان بشه، هزار تا برای خودش هم برای یه چیزایی رو به قول معروف قلوف بکنه، خودش رو گنده میکنه. یه دلیل هم این میتونه باشه. یه دلیل هم که به نظر میرسه الان با توجه به پیام صوتی که از او منتشر شده است، وی بیماری سخت غیر قابل معالجه ای داره و مرگ او نزدیک است، چون از صدا، تون صدا در واقع میشه کاملا این رو تشخیص داد که خب چه دلیل داشته 5 سال هیچ پیام صوتی منتشر نشده، حالا منتشر شده. میتونه یک برآورد این باشه که این یک بیماری سختی داشته، سرطان، بیماری خیلی چیزی که در واقع باعث میشه فرد کاملا به لحاظ جسمی، به لحاظ صدا، به لحاظ تصویر در واقع قابل ارائه به افکار عمومی تصویرش نیاد بیرون، چون تأثیرات منفی ممکنه حالا توی اون درون فرقه بگذاره. بنابراین این من خودم الان این قسمت رو که میتونه بیماری باشه بسیار قویه، که البته اون دلایل دیگری رو هم نفی نمیکنه. اما من میخوام این در واقع بلند شدن از قبل یا من شنیدن بوی داغ کردن خر رو در واقع یا در واقع طمعی رو که احساس کرده میتونه الان دوباره چیز بشه، ریسکشو کرده، این کارو کرده، گره بزنم به بحث همین تروریستی، عملیات تروریستی که در فرودگاه بغداد صورت گرفت و به کشته شدن آقای سلیمانی و آقای ابومهدی مهندس و همراهان اونها انجام شد. خب کاری که ترامپ کرد در واقع به واقع تمام جهان رو غافلگیر کرد. یعنی در حالی که هر روز شعار میداد که ترامپ می‌خوایم مذاکره بکنیم، آقای روحانی رفت توی ژاپن دوباره دولت‌های مختلف میانجیگری بکنن و و و وسط این مسائل یک فردی که در هر صورت به لحاظ سطح سیاسی نظامی جز چند نفر ارشد تصمیم گیرنده توی سیاست های استراتژیکی حکومت ایران بوده، ترور میشه. خب این خیلی خیلی مسئله مهمی بوده که در واقع افکار عمومی به شدت دنبال پاسخ به این سوال بودن که آقای ترامپ چرا؟ کما اینکه هیچ رهبری تو هیچ رهبر جهانی، هیچ رهبری هیچ کشوری تا کنون علنا، حتی اسرائیل نتونسته بیاد بگه که اسرائیل گفته ما مشارکت نداشتیم، ولی هیچ کشوری نیومده از این اقدام ترامپ حمایت بکنه بگه این کار درستیه. حتی توی افکار عمومی اروپا، نمایندگان کنگره، سناتورهای آمریکایی تو مجلس سنای آمریکا در واقع خب به دنبال خب چرا این عملیات صورت گرفته. ترامپ در حالی که اولش سکوت کرده بود در برای دلایل این کار، اومد در واقع دلایل رو توجیه کرد که گفتش که آره به اصطلاح خطر بوده و در واقع در حال برنامه‌ریزی عملیاتی تروریستی بودن که بعد از این حمله به سفارت آمریکا توی بغداد این عملیات صورت بگیره و جان مردم شهروندان آمریکایی در خطر بوده و ما پیش دستی کردیم برای جلوگیری، اینو ترور کردیم و این شکل خواست از صحنه فرار کنه. پاسخگویی در صورتی که اتفاقا جالبه که همون 2 روز بعدش
آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در جلسه پارلمان عراق که به مناسبت اون رأی‌گیری توافق قطعنامه‌ای که منجر به خروج آمریکایی از عراق شد سخنرانی میکرد، گفت من برای ثبت در تاریخ میگم که آقای سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق برای ملاقات با من به عراق آمده بوده است، قرار بوده فردا روز صبح روز بعد شب که رسید به صبح روز بعد ساعت 8 صبح با هم ملاقات داشته باشیم تا پاسخ عربستان به نامه‌ای که پاسخ نامه عربستان رو ایران آقای سلیمانی از طرف ایران به من بده که من با عربستان چیز وارد گفتگو بشم و در واقع راه حل مسالمت آمیزی یا برای حل فصل اختلافات پیدا بکنیم. و این موضوع ترور آقای سلیمانی و ابو مهدی مهندس در واقع نقض حاکمیت ملی عراق بوده و اون نقش سازنده‌ای که عراق میتونسته داشته باشه بین کشورهای همسایه خودش مثل عربستان و ایران رو در واقع چیکار کرده؟ از ضایع کرده. خب این خیلی مسئله مهمیه. آقای فیروزمند کمتر در واقع به این موضوع تمرکز شده که خب در هر صورت این مقام رسمی کشور میگه که خب این به این دلیل اومده عراق. بعد ترامپ میگوید که من چون قرار بوده همین الان یه عملیات تروریستی برنامه‌ریزی بکنه ما اینو کشتیم. خب این در واقع بسیار بسیار یعنی آدم متاسف میشه در واقع در رأس یک کشوری که خودش رو قدرت اول جهان میدونه یه فردی که در واقع واقعا به لحاظ تصمیم گیری های سیاسی نظامی بسیار بسیار مبتدی، اساسا تو پروسه بیوگرافی ترامپ واقعا هیچ سابقه سیاسی کار سیاسی و سابقه کار حتی نظامی توی ارتش آمریکا توی به عنوان فرماندار به عنوان سناتور هیچ جایی هیچ تجربه این کاری نداشته. واقعا باید شگفتی همچی آدمی یهو شده رئیس جمهور آمریکا. بابا یارو میخواد بره یه مکانیک هم بشه باید یه دوره کارآموزی ببینه، میخواد بره نمیدونم هر فنی رو انجام بده. خب با تو احزاب دنیا یه مرسومه کسی از اسلام میاد بالا پیشرفت بکنه رشد بکنه یهو یه آقای به نام ترامپ با پول و سرمایه و شعارای پوبلیستی شده رئیس جمهور آمریکا و تمام دنیا رو داره به هم میریزه. خب اما یک تحلیلی هم به نظر من میتونه در اینجا وجود داشته باشه که چرا ترامپ این کار رو کرده، شاید هم هوشیارانه این کار انجام داده تا ایران رو به موضع عکس العمل وادار کنه و بتونه تو در خلال پیش آمدن تو امسال سال آینده همین سال جاری در واقع انتخابات آمریکا هستش. خب سابقه نشون داده که ریاست جمهوری آمریکا در نزدیک شدن انتخابات تلاش میکنن با یک بحران خارجی در واقع رأی مردم آمریکا رو بگیرن. میتونه این باشه که در واقع گفتن که با زدن این ما حکومت ایران رو به یک عکس العمل وادار میکنیم و روی عکس العمل اونها ما دوباره عمل میکنیم، بنابراین میتونیم چند تا کار رو بکنیم با توجه به اقتصادی که با تحریم های جنایتکارانه به این روز افتادن مردم ایران. در واقع این بتونه یک فشار مضاعفی رو بیاره، این ضربات نظامی حملات نظامی که با توجیه اینکه ایران واکنش نشون داد در واقع سیستم اقتصاد ایران رو بیش از پیش در واقع تضعیف کنند. اما خب بسیار به نظر من مهم بوده که حکومت ایران توی این چند روزه گذشته به نظر من نشون داده که کماکان مصلحت گرایی و فکر کردن و عقل گرایی
بر شور و احساس غلبه داره. همچنان که البته همه مسئولین حکومتی از شعار انتقام سخن میگن و تهدیدات مختلف در مورد پاسخ دادن به عملیات تروریستی ترامپ رو میکنن، ولی این در حد حرف هست، ولی در عمل این کار رو نکردند و به نظر هم میرسه که نکنن، که من هم امیدوارم نکنن. ولی چند کار مهم کردن که به نظر من بسیار بسیار میتونه با ارزشتر از یک پاسخ نظامی حتی باشه. ببینید شما تو چند روز گذشته بر اساس همین کاری که ترامپ کرده، در واقع یک انسجام و همبستگی که یا در واقع هرچی رو که هر کسی میخواد اسمشو بذاره، ولی در صورت یک جمعیت میلیونی اومده توی مراسم های مختلفی که به مناسبت سوگواری برای این افراد تهیه شده شرکت کردن، از هم قشر و طبقه‌ای. خب ببینید مثلا خبرگزاری رویتر که یه خبرگزاری مستقلی که همین چند هفته قبلش مدعی شده بود که تعداد کشته‌های اون آبان ماه 1500 تاست، همون خبرگزاری الان میگه که تعداد جمعیت شرکت کننده توی این مراسم سوگواری آقای سلیمانی بیشتر از شرکت کنندگان مراسم خاکسپاری آیت الله خمینی بوده است، که در آن موقع اون مراسم 3 میلیون شرکت کننده داشته. خب حالا این تمام افکار رسانه‌های شما خب خود همه می‌بینند، تمام رسانه‌های بین‌المللی تحت تأثیر این جمعیت هستند، تحت تأثیر این حتی هنرمندهای معروف هالیوود، اصلا در واقع بعضی‌هاشون خوندم که در واقع این مراسم، بعضی از این مراسم‌ها رو مستقیم توی شبکه‌های اجتماعیشون گذاشتند، یا در واقع گفتن آقا این آقای ترامپ رئیس جمهور ما نیست. و خب خیلی نکته بسیار مهمیه که به نظر من این موضوع رو بسیار تو شهرهای مختلف این کار رو کردن و در واقع یک انسجام اجتماعی رو ایجاد کردن و در واقع یک صحنه ای رو نشون دادن که خب برخلاف اون چیزیه که ترامپ و دنبالچه های وطنیش مثل آقای رجوی مدعی هستن. آقای رجوی توی همین یکی از این همین پیامش یا اون پیامی که به عنوان سخنگوی مجاهدین میاد بیرون میگه که آقای قاسم سلیمانی رو در ردیف بن لادن ابوبکر بغدادی قرار داده. خب آقای ترامپ شما که با همین اگر تروریست بود که همین که شما توی عراق با ایشون برای سرکوب داعش همکاری میکردید، توی افغانستان به همین ترتیب بوده. خب آقای رجوی وقتی که بن لادن و ابوبکر بغدادی کشته شد 10 تا آدم هم نیومدن تو خیابون 10 تا دونه اعتراض کنند. تو این جمعیت رو نمیتونی ببینی؟ یعنی این جمعیت همه طرفدار تروریسم هم؟ بعد تو همه اینا رو هم میگی که ساندیست خور هستن. من دوست دارم یه قسمتی هستش آقای فیروز من از روی چیز خودش بخونم که به قول معروف چیز نشه، حرف رو اشتباه نگفته باشم. اومده با توجه به این گستردگی جمعیت که نمیتونه حذف کنه و بفهمه و یک واقعیت رو ببینه و بر اساس واقعیت بتونه یک روش، تاکتیک و استراتژی سیاسی بچینه، کماکان میگه که رژیم با انواع صحنه‌سازی ها و به میدان آوردن مجموعه لباس شخصی ها و سپاه و بسیج و انتظامی و طلاب و سایر نانخورها و ساندیسخورهای نظام مدعی حمایت مردم از سردشخیم سلیمانی و سیاست صدور تروریسم و ارتجاع و و و آخه این یعنی شما روز روشن رو داریم میگین؟ نه ببین آخه آقای رجوی، حماقت سیاسی
تو یا خودت رو به کودنی میزنی یا بقیه رو میخوایی کودن فرض بکنی. بقیه رو که نمیتونی مگر خودت کودن باشی به لحاظ سیاسی. البته خواخه این جمعیت که نمیتونست بابا همین امروز رسانه‌های بین‌المللی گزارشتن توی شهر کرمان بر اثر ازدحام جمعیت 30 تا 40 نفر کشته شدن، 190 نفر 200 نفر مجروح شدن، جدا از نابسامانیایی که توی برنامه عدم مدیریتی که توی این برگزاری این مراسم وجود داشته. خب یه شهر کوچیک، شهر کرمان در واقع تو بافت قدیمی شهر میخواستن این کارو بکنن، در هر صورت اون سر جای خودش. ولی خب اون جمعیت اونقدر گسترده بوده که اینقدر آدم کشته شده، تو نمیتونی بگی که آقا این همه ساندیس خورن که. خب شما همین اشتباه رو آقای رجبی سال 1360 کردی. پایگاه اجتماعی روحانیت و یا شبکه آخوندی هرچی که میخوایی شو بذاری ندیدی، یا اونچنان قدرت کورت کرده بود ندیدی، یا خودتو به ندیدن زدی. کاری که تو سال 60 کردی همین الان دو روز ادامه میدی، میگه اینا ساندیس خورن. بابا نه، این طبقه درسته 10% 15% جامعه، ولی این یه بخش فعال و ایدئولوژیک و همیشه آماده حکومته. الان که اساسا طبقات مختلف دیگه اجتماعی هم اومدن بنابراین، چون دیدن که آقای سلیمانی هم تو جنگ ایران عراق مشارکت داشته، هم توی سرکوب داعش مشارکت داشته، هم اخبار جست و گریخته وجود داره که در واقع حتی فردی بوده که میتونسته با آمریکایی‌ها به مصالحه برسه. میگوین که در پیشبرد برجام و شکلش نقش مستقیم داشته و نمیشه گفت که مثلا یه آدم تند روی درست. شاید مثلا شما یا من یا هر کسی دیگه با سیاست های حکومت ایران و گسترش و حوزه نفوذش به کشورهای دیگه شما مخالف باشی. البته این سوال پیش میاد خب چرا با حوزه گسترش آمریکا مخالف نیست؟ آمریکا اومده توی عراق، توی عربستان، توی کویت، توی قطر، توی عمان این همه پادگاه زده، نیروی نظامی فرستاده. خب این رو شما نمیتونی آقای رجبی حذف کنی که بابا جو این حکومت پایگاه اجتماعی داره. غلط درست این واقعیته. به خدا آقای فیروز من توی زندان همین رو به این مردک مهدی ابرشمچی میگفتم که بابا این واقعیت این جمهوری اسلامی. اینطوری نیست که این حکومت نیست که 76 الان 98ایم. الان هم داره باز همون شیاد بازی رو در میاره، یا خودشو میزنه به کودنی یا اون قدرت کورش کرده نمیتونه ببینه که بابا این شکلی هستش. پس یکی از کارهای مهمی که ایران کردش به نظر من سازماندهیه، این حمایت مردمی و مخالفت این مردم با کاری که ترامپ کرد، با یک کار تروریستی. آقای صبحانی، بسیاری از گزارشات وجود داره که این تظاهرات در واقع این بسیج چند میلیونی در تهران، مشهد، قم، کرمان و بسیاری از شهرهای دیگه و به طور مشخص اهواز که تا مدتی پیش صحنه ای از در واقع برخی مخالفت ها بود برای در واقع اعتلای عدالت اجتماعی در واقع این شهرهای محروم. خب بسیاری از اینها که خودشون هم در صحنه بودن اومدن گفتن که آقا ما خودمون مخالف بودیم، ما کسایی بودیم که همین چند مدت پیش تو همین تظاهرات ها شرکت داشتیم. خب بنابراین از اون طرف خب وقتی که این موضوع، یعنی اون موضوعی که رجوی تحت عنوان نمایش خیابانی اسم میبره ازش و بسیج، خب اگه واقعا حکومت ایران اینقدر قدرت بسیج تجمعات داره و میتونه
با ابزارهایی که خودش داره مردم رو بسیج کنه برای یک موضوع مشخص، خب پس این یک قدرتیه، برخلاف اون چیزی که بسیاری از تظاهر کننده ها که در همین میگم تظاهر کننده ها، بسیاری از افرادی که در تشییع سردار سلیمانی شرکت داشتن میگفتن که این تجمع در واقع خودجوش بوده، چون معقول هم نیست که یک حکومت بتونه 7 میلیون آدم رو در تهران، فقط در تهران، حتی با تمام ابزارهاشو به کار بگیره بتونه اینها رو سازماندهی کنه. چون وقتی از سازماندهی یک تشییع جنازه حرف میزنیم، مسئله ساده ای نیست در ابعاد 7 میلیون یا در مثلا کرمان یا مشهد. مشهد مثلا میگن که خب مگه مشهد چقدر جمعیت داره؟ مشهد 1.5 میلیون آدم جمع شده برای تشییع جنازه، یا همین کرمان که شما اشاره کردید. خب در کنار این مسائل یک موضوع خیلی خیلی واقعا احمقانه ای که رجبی مطرح کرده و در واقع از طرفی تکرار حرفای سال 1993 مریم رجبی بوده، روش انگوش میذاره، میگه که اگه راست میگید که این تظاهرات ها تظاهرات های مردمی بوده و ساندویچ خورها نبودن، خب به مجاهدین هم اجازه بدید که بیان تظاهرات خودشون را بندازن تو شهر، سر تا سر شهرهای ایران. خب آقای صبحانی ببینید خیلی واقعا عجیب غریبه، یعنی آدم احساس میکنه که رجبی نه تنها واقعیت‌های جامعه ایران رو حاضر نیست، ببینید یه جا هست که نمیبینه، یه جا هست میبینه ولی حاضر نیست بپذیره. یعنی موضوعی که شما اشاره کردید، میگید که خب این بابا از سال 1160 تا به حال این روند رو ادامه داده، میخوام اینجا اشاره بکنم که ببین خیلی خیلی نامعقوله، یعنی یک کار بسیار بسیار کودکانه است که رجبی میگه خب به ما هم اجازه بدید. ما آخه این وزنه‌ای در برابر مردم ایران و این گسترشی که وجود داشته تو این تشییع جنازه، اصلا خارج از اینکه اصلا قاسم سلیمانی کی هست، من خوشم بیاد من بدم بیاد، قهرمان ملی بوده نبوده، خب مردم طرف حسابشن، یعنی بحث الان بحث شخصی نیست، یعنی اینکه من بیام جنایی عمل کنم بگم که مثلا قاسم سلیمانی اینطوری بوده، اصلا موضوع چنین موضوعی نیست بالکل. اون چیزی که مردم از قاسم سلیمانی به یاد داشتن، یا مدافع مردم ایران بوده برای بیرون کردن داعش، یعنی بیشترین تأثیراتش هم در واقع در اینجا گذاشته. حتی خود آمریکاییان با همین آقای قاسم سلیمانی در نبرد با داعش همکاری بسیار نزدیک داشتن، ارتباط داشتن، حتی بسیاری از عکسایی که تو این یکی دو روز گذشته به طور مشخص شروع شده منتشر شدن نشون میده که حتی قاسم سلیمانی در تجمع آمریکایی‌ها داره صحبت میکنه. خب چطوری میشه؟ حالا بحثم اصلا روی این موضوع نیست، بحثم بیشتر برگشته به در واقع از قبر بلند شدن مسعود رجوی در قبال این تحوله. خب این بابا آقای صبحانی چی میگه؟ میگه به ما اجازه بدیم بریم در سرتاسر ایران تظاهرات را بندازیم. موضوع چیه؟ گفتون آقا سلاحای ما رو بدید. به آمریکا گفته بود که سلاحای ما رو بدید، الان موقع پس دادن سلاحای ماست. آتش ما ببین در واقع جامعه رو در واقع فقط از دریچه خون و خشونت ببینه و با این موضوع میتونه به قول معروف خودش رو ارضا بکنه. ببینید مثلا فرزن شما ببینید مثلا فرزن خیلی نکته باریکیه، اگه دقت کرده باشه تونید که رضا پهلوی توی این مورد سکوت کرده. من نمیدونم اگه شما جایی دیدید بگید، من ندیدم که موزه خاصی رو اتخاذ بکنه. ببینید مثلا این یه هوشیاری داره که حتی این مسعود رجوی که
متاسفه ما براش زیر علمش سینه میزدیم؟ نداره. ببین این هنوز تو دنیای جنگ چریکی و 50 سال قبل سیر میکنه، اساسا عاجز از اتخاذ، از ابتکار برای پیدا کردن راه حل‌های نوین. ببینید من بنابر این اون وقت این ادعایی که آقای رجوی داره، خب این ادعا رو کسی میتونه بکنه تو دنیای واقعی که یک به قول معروف لباس آدم دموکرات رو فقط نپوشیده باشه، دموکرات باشه. تو مخالفین و منتقدین خودت رو میگرفتی شکنجه و زندان و سرکوب میکردی. خب اگه اینطوری باشه تو هم اجازه بده 48 ساعت این در زندان اشرف سه در آلبانی رو باز کن، باز کن و خودت و تشکیلات هم برید کنار، و خودت و خودش و تشکیلات هم کامل برن کنار، یعنی وانه ایستان اونجا. مگه نمیگی؟ خب بکن دیگه این کارو. تو هنوز و این خانم مریم رجوی توی 40 سال گذشته اومدید با دو تا خبرنگار ایرانی مصاحبه کنید، با دو تا خبرنگار خارجی مستقل مصاحبه کنید، حالا غیر مستقل هم که نبوده که. وقت تو چه ادعایی داری؟ این ادعا رو حالا ممکنه یک کسی بکنه که یک خمیرمایه از دموکراسی در وجودش بشه پیدا کرد، ولی تو که نداری که. آخه بنابراین حرفت خریدار نداره. در زم تو دوباره داری میگی سلاحی ما رو پس بده؟ کدوم سلاح؟ این ارتش سالمندان در آلمانی میخواد سلاح رو بگیره تو دستش؟ ما ایزو بده آقای بخاطر این فرصت کمه اون ادامه بحثم بخاطر که باریده نشه دیگه. ببینید به نظر من آقای صبحانی قبل از اینکه اون بحثتون رو، چون فکر میکنم موضوع بحث عوض میشه وارد اون بحث بشید، خب اساسا چرا رجوی اجازه میخواد از حکومت ایران؟ چرا اجازه میخواد و میگه که اینها، چون این تظاهر تشییع جنازه کننده ها اگه ساندویس کنن و حکومت ایران به اجبار اینها رو کشونده به خیابون ها، حرف رجوی اینه دیگه. خب و چرا اجازه میخواد؟ بله مگه مجاهدین همین جناب که از قبر بلند شده، مگه نمیگه سر تا سر ایران حامی های سازمان مجاهدین خلق هستن؟ پس کو؟ این که دیگه اجازه حکومتی نمیخواد که. یعنی میخوام بگم که اگه رجوی به همین حرفی که داره میزنه پایبند باشه، خب یه تناقضات بسیار زیادی نشون میده که فقط عین یک کودک واقعیت ها رو ندیده یا نمیخواد ببینه و میاد تو صحنه و شعار میده. خب آقای رجوی شما که میگید در سرتاسر ایران شورشگرهاتون حضور دارن و تمام مردم ایران حامی تروریسم شما هستند، و کو دیگه اجازه نمیخواد برای این راه پیمایی شما وش به قول معروف اون اعضا و هواداران سازمان. بفرمایید در موازات همین مردم اگه راست میگی یه تظاهرات را مینداختی، مگه غیر از این میتونه باشه؟ آقای صبحانی این میتونست بهترین مقایسه باشه که سازمان مجاهدین در ایران حضور داره و قدرت مردمیش بیش از قدرت مردمی که در تشییع جنازه سردار قاسم سلیمانی دیده شد در شهرهای متفاوت ایران. پس جناب رجوی کجاست در عمل؟ بله شما خب به خوبی توضیح دادید این قسمت رو که در واقع مکمل اون بحثی که من کردم. در هر صورت این اگر شما نیرو دارید خب تظاهرات بکنید، اگر مدعی هستی که حکومت سرکوب میکنه خب که تو هم میکنی. پس در واقع پاسخش مشخص و روشنه. اما در ارتباط بحثمون من فکر میکنم که
آقای ترامپ میخواست با ترور آقای سردار سلیمانی شرایط رو به نقطه عکس العمل ایران بکشونه و ایران رو به یک حمله نظامی وادار بکنه و بعد با واکنش متقابل آمریکا صحنه عوض بشه و یک شرایطی پیش بیاد برای بسیج رأی در انتخابات آینده آمریکا از یک سو، از یک سو دیگه در واقع این اختصاص تضعیف شده ایران با تحریم‌های خائنانه و کمرشکن آمریکا در واقع به نقطه پایین‌تری سقوط بکنه. اما به نظر من گفتم، توضیح دادم که ایران خیلی خوب نشون داد که هنوز مصلحت‌گرایی و فکر و تعقل به میزان کافی درش حضور داره. یک، این کار سازماندهی مردمی و فشار افکار عمومی رو تونست تو سطح کشورهای مختلف برسونه تو سطح جهان. دو، اومد از طریق متحدین خودش در عراق و نیروهای مستقل، پارلمان عراق اومد در طرحی رو تصویب کرد که در واقع لایحه دولت هست که ما دولت رو موظف میکنه که در واقع شرایط خروج نیروهای آمریکایی رو از عراق فراهم بکنه. یعنی در واقع یک قطعنامه دادن که مبنی برای اینکه اخراج فوری نیروهای آمریکایی از عراق. خب این خیلی به نظر من نکته بسیار بسیار مهمیه. بازم بعضی از این رسانه‌هایی که در واقع پشت خشونت پنهان قائم شدن اساساً بهش نمی‌پردازن. خب یعنی نمیان اینو بازش کنن. آقا یه دولت مستقلی به نام دولت عراق اومده میگه آقا جون ما دیگه نمیخوایم هیچ نیروی خارجی تو کشورمون بمونه، به اندازه کافی آموزش دادید، داعش هم دیگه نیست، لطفاً تشریف ببرید. اما عکس‌العمل ترامپ میبینید چیه؟ میگه نه، ما عراقو ترک نمیکنیم. نه 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 نه، ما نباید عراق ترک کنیم. برای چی؟ اصلا با هیچ قاعده حقوقی و بین‌المللی نمیخونه. شما توی کشور دیگه اومد عمل تروریستی انجام دادی؟ بعد آقا به هر دلیلی که نمیخوام دیگه شما در اینجا حضور داشته باشی. بعد آقای ترامپ چیکار میکنه؟ تهدید میکنه من اگر عراق بخواد نیروهای آمریکایی از دولت عراق بخواد نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشه، من بزرگترین تحریم های ممکن رو علیه مردم عراق اعمال میکنم، حتی بیشتر از تحریم های ایران. یعنی ببین آخه فرض بگیریم آقا مثلا این آقای ترامپ نمیدونم مبصر کلاس میخواد مجازات بکنه، آقا دولت عراق مگه جز اینکه گفته آقا حاکمیت ملی منو نقض کردی، لطفا مهمان بودید تا حالا، کمک کردید، دستتون درد نکنه، فعلا نمیخوایم. اتفاقا به نفعشون هم هست. این آقای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق میگه آقا به نفع روابط عراق و آمریکاست، چون که اگر آمریکایی اونجا بمونن درگیری های گسترده ای که پیش میاد و مجبور خارج بشه به زور. کما اینکه تو سال مقطع بین 2004 2003 تا 2008 2009 چقدر سرباز آمریکایی توی این جاده ها کشته شدن. خب همون موضوع دوباره تکرار میشه. حالا چه دلیلی داره ترامپ در حالی که چند ماه قبل 6 7 ماه قبل میگفت من نیروهامو باید از سوریه خارج کنم، ما برای چی توی خاورمیانه بمونیم، برای چی ما پولمون خرج کنیم، حالا برای چی میگه که میخوام تو عراق بمونم؟ بعد بزرگترین تحریما علیه عراق رو انجام بده. خب این قطعنامه‌ای که پارلمان عراق هم در واقع تصویب کرد به نظر من یه موضوع بسیار بسیار مهمیه که در واقع خودش به اندازه کافی پاسخی که به آمریکا داده شده.
به نظر من باید حکومت ایران همین صبر و حوصله رو به خرج بده و در واقع وارد بازی که در واقع ترامپ کرده نشه و مطمئنن امیدوارم که این شکل پیش نیاد، چون در هر صورت شرایط اوضاع اقتصادی که در ایران وجود داره خب طبیعیه که الان یک فضای به قول معروف حق به جانب مظلومیت توی افکار عمومی بین ایران پیدا کرده، در صورتی که قربانی شده آقای جنرال سلیمانی، آقای همون آقای ابو مهدی مهندس. خب حالا ما تو فضای عراقی نیستیم ولی او خودش خیلی محبوبیت داشته توی عراق. یک خاطره رو براتون بگم آقای فیروزمند، برای بینندگان عزیز، من توی زندان 35 روز بعد از زندان انفرادی سازمان، من حدود 35 روز توی زندان اطلاعات امنیت بغداد زمان صدام حسین اونجا زندانی بودم، بعد فرستادن تو ابو غریب. میخوام فضای مردم عراق، شیعای عراق رو در تو با موضوع روحانیت، مرجعیت توضیح بدم. من تو اون سلول که 12 نفر بودیم، 3 در 4 بود، همه باید کتابی میخوابیدیم، همونجا باید دستشویی میکردیم، با دستای کثیف قضا میخوردیم توی سینی، از اون میگذره بحثایی که اونجا وجود داره. ولی من که توی مناسبات سازمان بودم، وقتی رفتم اونجا تمام این دیوار سلول پر از شعارهای مذهبی بود، فقط اسامی امامها، امامهای شیعه. من هنوز در گوشم صدای اون آقای هست که آنچنان از آیت الله خمینی صحبت میکرد، باور کنید هیچ ایرانی من ندیدم مثل او از آیت الله خمینی یاد کنه، اصلا براش مثل یک بت بود. ببین اون فرهنگ تو شیعه و توی شیعه عراقی الان اصلا براش مهم نبود که خمینی ایرانی عراقی کجاییه. همون فرهنگ در واقع که مثلا فرضاً توی همین نیروهای شیعه عراقی وجود داره، اینطوری نیست که سازمان مجاهدین که اینا رو با پول مثلا چیزی، با پول یارو چجوری میبره خودشو بکشن بده، یا با ساندیس که نمیره این همه آدم توی اون مراسم کرمان کشته بشه که به خاطر ساندیس. خب ببین، خب اومدی یه همچی آدم هایی رو ترور کردی و بعد میگی که آره من عراق رو ترک نمی کنم. و این دوتا کاری که ایران کرده به نظر من بسیار بسیار پاسخ منطقی و دقیقی بوده که به ترامپ داده. باید حوصله کرد تا این دوره ترامپ به سر بیاد. نکته ای که وجود داره، اتفاقا بحثم یه نکته رو هم اشاره میکنم، ما از نظر من بحث تمام، مگه شما نکته و فرمایشی داشته باشین. باید یه نکته هم خیلی جالبه، یعنی بحثی کردن که این آقای ترامپ به اندازه یک نقاشی که باید بره یه دوره کارآموزی ببینه، یا نمیدونم یک خلبان، یا نمیدونم یه معلم، هر کسی تو همین کشوری که ما هم زندگی میکنیم آلمان، میخواد بره سراغ یه حرفه و کاری، باید یه دوره کارآموزی بره ببینه جدا از تحصیلات و دانشگاه. بابا این چقدر این آقای ترامپ باید در واقع مبتدی باشه. ببین اومده گفته که اگر ایران حمله بکنه ما 52 نقطه رو میزنیم که تعدادشون هم مکانهای فرهنگی هست. خب ببین چقدر آدم باید به لحاظ سیاسی این مسئله رو نبینه نفهمه. بعد کلی خبرنگارای آمریکایی سوال کردن که آقا از این آقای پومپئو وزیر خارجه‌اش، این پومپئو هر جوری خواسته اینو ماسمالی کرده، گفته نه ما به قوانین بین‌المللی تعهد داریم، نه این مسئله فرهنگی نبوده، نه نه نه. ولی شب دوباره آقای ترامپ توییت کرده نه تمام این مسئله، این جاهای فرهنگی رو هم می‌زنیم دوباره. ببین اصلا این، یعنی شما صحنه رو ببین، بعد این دولت، این آدما دارن جهان رو بازی میدن. صبح داشتم نگاه میکردم پرتیراژترین روزنامه ژاپنی
نوشته که ترامپ با این سیاست‌های به قول من اصطلاحی که استفاده کرده الان ابلهانه داره جهان رو به سمت نابودی میبره و از سوی دیگه باید تأسف خورد برای بعضی از رهبران کشورهای اروپایی که اون قاطعیت رو ندارن جلوی این آقا وایسن. آقا شما چرا یک ذره داره این میکشونه، فقط خودش رو نمیکشونه به سمتی، اون میخواد بیزینسه، میخواد یه دور دیگه انتخابات بشه، بهاش ترور و آدم هاست، بهاش در واقع جنگ و خشونت بیشتره. تو اون قسمت اولی که گفتم افکار عمومی دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، شما میبینه تو تمام کشورهای مختلف میبینه تظاهرات ضد جنگ گسترش بده کرده، تو خود آمریکا، تو اکثر کشورهای اروپایی، تو برلین، توی بروکسل و خیلی جاهای دیگه. خب این یه فضایی ایجاد شده که در واقع اون سیاست هایی که ترامپ دنبال میکنه مجبوره که ازش عقب نشینی میکنه و این عقب نشینی موجب ریزش رأیش خواهد شد. و آقای رجوی هم باید بداند که نمیتونه، نمیشه و بهتر است که در واقع اعلام بازنشستگی رسمی بکنه. اومده گفته که خب هر کسی که بیاد سلاحاشو زودتر تحویل بده تا مشمول مجازات نشه. خیلی موضوع رو جدی گرفته. یعنی ببینید یک پارادوکس خیلی خیلی بزرگیه و من تعجب میکنم چطور نمیتونه ببینه که این جامعه یه جامعه‌ای که بله مردم بسیار بسیار نسبت به شرایط اوضاع اعتراض دارند، ولی جاش که باشه وامستن پای در واقع یک تجاوز خارجی. بنابراین اونو که تو میگی که رئیسی و سلیمانی باید به لاجوردی و کچویی بپیوندن، خب همونطور که ما گفته بودیم پیوستن و باید بپیوندن و یا خواهد پیوند. خب تو داری با چی میگن، نمیخوام یه اصطلاحی استفاده بکنم، خب یعنی میخوای که همونطور که ترامپ ترور کرد آقای سلیمانی رو حمله نظامی هم بکنه، بعد بگه تو بفرما، بعد دقیقه چی اجازه میدن تو بری اصلا؟ برابر این بهتره که مسعود رجوی و خانم مریم رجوی در اولین گام، در اولین گام این در زندان اشرف سه در آلبانی رو باز بکنه، سایه تشکیلات رو از سرش برداره و رسمی و علنی بگه چه اشکال داره، بگه که هر کس بگه از قبل و چند تا ناظر بین‌المللی رو بذاره، هر کس بخواد میتونه بره، ببین کی برات میمونه. اون موقع تو ادعای مشابه برای جاهای دیگه داشته باش. بله آقای صبحانی، من فکر میکنم که یک موضوع رو در واقع نپرداختیم بهش. طبعا خب آمریکا و ترامپ در واقع در قبال این عمل تروریسم دولتی از کار خودشون تا به امروز دفاع کردن. اگه فرض بگیریم، یعنی مبنای درستی این کار رو با تصمیم استراتژیک اینها در قبال ایران یا هر موضوع دیگه ای، اصلا بحث خارج از در واقع کشور ما در نظر بگیریم، صرف عمل رو دارم میگم، صرف یک عملی که یک مقام رسمی، خارج از اینکه میتونی موافق باشی باهاش، میتونی مخالف باشی باهاش، میتونی دشمنش باشی، میتونی دوستش باشی، خب صرف عمل انجام شده دارم میگم، یک عملی انجام داده آمریکا که در مقیاس‌های بین‌المللی اسمش تروریسم دولتیه. خب
خب صرف این عمل رو اونطوری که مجاهدین براش جست و خیز کردن، رهبری سازمان به طور مشخص یا مریم رجوی، و حلوا پخش کردن و شادی سه روزه در زندان اشرف سه اعلام کردن، خب اگه مبنا رو بگیریم این کار درسته، آیا این و حمایت البته رجوی از این کار آیا نمیتونه الگو باشه برای کسی دیگه‌ای، برای گروه دیگه‌ای، برای کشور دیگه‌ای؟ آیا کشورها نمیان از فردا شروع کنن به چنین اعمالی؟ بگن که خب ما فلانی رو تشخیص دادیم که تروریسته، گذاشتیم تو لیست خودمون، بعدش هم رفتیم زدیمش دیگه. خب پس نباید پاسخگو بود به اون کشور یا به جامعه بین‌المللی. خب و همونطوری که رجوی از این موضوع داره حمایت میکنه و در واقع جشن و سرور یکی 2000 نفره رو انداخته در آلبانی، خب آیا اقدام مشابه در قبال این سازمان یا رهبری سازمان از این به بعد صورت بگیره، آیا میشه از این عمل دفاع کرد آقای سبحانی؟ میشه از عملی که در روز روشن اسمش تروریسم هست، فرقی نمیکنه رجوی انجام داده باشه یا آقای ترامپ، آیا میشه از چنین عملی یا عملهای مشابهی که الگو برداری بشه از این قضیه میشه دفاع کرد؟ قابل دفاع هست آقای سبحانی؟ بله ببین، نه خیلی روشن است. به این دلیل واضحش هم اینه که با اصلا هیچ رهبری، هیچ مسئول کشوری توی دنیا، تمام متحدین آمریکا حتی نیومدن این کار رو تایید بکنند. یعنی چون ببین اصلا مشکلات حقوقی و قانونی داره، شما نمیتونه که به عنوان یک کشوری بره توی یک کشور دومی نفر مسئول رسمی یک کشور سومی رو ترور بکنی و اینم بگی من گفتم بکشینش، ترورش کنید. خب این در واقع با هیچ قاعده حقوقی بین‌المللی نمیخونه. ببین خب در واقع همین لشکر کشی های آمریکا بوده که الان شما خب میبینید، اگر اشکالی داره من بگم که خب اگر آمریکا از اون ور دنیا پا میشه میاد تو خاورمیانه، خب چرا از ایران نیاد یه 100 کیلومتر جلوترش؟ خب اینا ایران هم حق شده دیگه. چطور تو از اون ور دنیا میگی من توی عراق باید بمونم ولی ایران نه؟ پس اگه غلطه همش غلطه دیگه. خب الان ترکیه داره نیرو میبره توی لیبی، از کی یاد گرفته؟ خب اگه قرار باشه اینطوری همینطوری مبنای معاهده های بین المللی، الان آقای ظریف خواسته بره شورای امنیت ویزا بهش نمیده آمریکا، به دلیلی که سازمان ملل اون توه، در صورتی که برخلاف سازمان ملل در واقع مصوبه‌ای رو داره که باید خارج از این موضوع آمریکا باید چیز بکنه. خب نمیده. خب این اصلا هیچ با هیچ منطقی همخوانی نداره. اونجایی که گفتم بعضی از رهبران اروپایی یا حتی مثل روسی و چین، اینها در مقابل آمریکا به نظر من در واقع خیلی ضعیف نشون میدن. قرار نیست که باش مقابله بکنن، ولی قرار نیست که کرنش بکنن. هرچند باز هم در واقع همین رفتار ضعیف بعضی کشورهای اروپایی منجر به انتقاد پومپئو از اونها شد که آقا مثلا بعضی کشورها حرف ما رو پذیرفتن ولی کشورهای اروپایی خیلی سرد برخورد کردن، ولی کافی نیست. رجوی هم که شما اشاره میکنید، رجوی توی حلقه خون و خشونت در واقع میتونه نفس بکشه، زندگی بکنه. از نظر من هر کسی دست به خشونت بزنه محکومه، علیه هر کسی محکومه و در واقع نقض کرده همه قوانین انسانی رو اصلا.
ولی خب رجوی با این سبک اساسا میتونه به ارتزاق کنه و به این سلطان شاه سلطان ولایت بودن خودش در زندان اشرف سه ادامه بده. برایش تنها راه حل همینه، وگرنه جز خون و خشونت راه حل دیگه رو نمیشناسه. گفتم واقعا واقعا هنوز در 50 سال قبل زندگی میکنه و هیچ روش و منش جدید رو توی اسلوبهای جدید رو توی مبارزات مدنی سیاسی اجتماعی یاد نگرفته. بنابراین همین زایده ای که هست خواهد بود و بیش از این هم به نظرم کافیه در مورد این آقای صحبت بکنیم. حالا ببینیم که آقای رجوی تو دور بعد پیام صوتی میده، این دفعه تصویرش هم میاد، ولی من فکر میکنم که در بستر مرگ و بیماری هست و چون که 73 سالش هست صدایش را هم حاکی از همین موضوع بود. البته براش آرزوی مرگ نمی کنیم، ولی آرزو می کنیم که روزی روی صندلی متهم بشینه بدون اینکه اصلا مجازاتی هم داشته باشه، فقط پاسخ بده، پاسخ بده که چرا جامعه رو به اینجا کشون، چرا با اعضای خودش چنین کرد و و و و. من اگه شما فرمایشی دارین آقای فیروز من بفرمایین، وگرنه من صحبتم تا اینجا تموم شد. بله، با تشکر از شما آقای صبحانی از نقطه نظراتتون و بحث ها و روشنگری که در رابطه با وقایع مهم ایران و جهان در و اتفاقاتی که در چند روز گذشته در منطقه و عراق و ایران اتفاق افتاد. به امید صلح و آرامش در منطقه و بهترین آرزوها برای شما آقای صبحانی و برای مردم ایران در هر نقطه از جهان که هستند. روز و روزگار بر شما خوش.